بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که ریاست محترم جمهور در جلسه امروز هیئت وزیران همه همکاران ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و شرکت شهستار رو مورد تفقد قرار دادن، خب یک کاری رو که از ابتدای دولت ایشان وعده کرده بودن در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی اساسی کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای خروج از نظام بنگاهداری اقتصادی توسط دولت و واگذاری امور تا جایی که مقدور هست به مردم و مردمی سازی اقتصاد به جای امر دولتی بودن اقتصاد در دستور بود، ریاست محترم جمهور در موقع تقدیم بودجه سال 1397 به نمایندگان محترم این وعده رو دادن که سال 98 سال بزرگی برای این امر خواهد بود. ما تلاش کردیم در طی 98 این سال مهمی بود که در پایان 98 معامله ارزش کردیم، یعنی در واقع وعده کردن در موقع تقدیم بودجه سال 98 در سال 97 در اسفند ماه مجلس اسلامی که ما سال 98 رو سال بسیار بزرگی در جهت اقدام و عمل در این زمینه قرار میدیم و همین کار شد. تا پایان 98 در طی یک سال تلاش های زاید الوصفی به عمل آمد. شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که یک هلدینگ چند رشته است و هلدینگ در هلدینگ در حوزه‌های گوناگون مشغول فعالیت بوده، بعد از طی همه مراحلی که شورای بورس تعیین میکنه و بورس تهران از اون صحبت میکنه که با سختی‌های بسیاری مواجه است، باید بسیار شفاف سازی صورت بگیره تا این امر مقدور بشه، بالاخره در هفته‌های پایانی سال 1398 موفق شد که قابلیت ورود بورس ایران رو پیدا کنه. چند شب پیش تقریبا 48 ساعت قبل در پایان شب آگهی اولین عرضه شستا به عنوان بزرگترین شرکت واگذاشته بورس در ایام اخیر، بورسی شده در ایام اخیر اعلام شد و از امروز صبح عرضه اولیه اون آغاز شد. با ورود شستا به بورس علاوه بر اجرای همه اون اهداف، یعنی ایجاد شفافیت در اداره امور شرکت‌های اقتصادی، ایجاد شفافیت در عرضه و فروش شرکت‌های اقتصادی که همواره مورد سوال همه ناظران بوده و مردم شریف ایران همیشه از این سوال در رنج بودند که آیا میشه روزی برسه که با شفافیت اداره بشن نهادهای اقتصادی واسطه به دولت و هم در فروش و واگذاری اونها شفافیت لازم مال بشه، امروز با بورس شدن شستا این هدف بزرگ محقق شد. امروز شستا از تاریکخانه به برج شیشه‌ای منتقل شد. امروز ترازنامه شستا در کدال بورس قرار گرفته و این ترازنامه باید به روز نگهداری بشه و همه شرکت‌های تابعش باید مثل یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری برن به سمت اینکه سهام خودشون رو تا 20% کاهش بدن و شستا بشه شرکت بزرگ برای سبدگردانی سهام به نفع کارگران و بیمه‌گذاران در سطح کشور که هم منافع بزرگی رو برای کارگران و بیمه‌گذاران تامین می‌کنه، هم مداخله‌اش در نظام بنگاهداری اقتصادی کشور به حداقل ممکن کاهش میده. این امر مهم امروز آغاز تحققش هست. مجموعه شستا با توجه به قیمت‌گذاری به عمل آمده قریب به 135 هزار میلیارد تومان تا 140 هزار میلیارد تومان ارزش این دارایی است. طبیعی است که این ارزش حدود 5% به ارزش بازار بورس ایران امروز می‌افزاید. در اولین عرضه ما بزرگترین عرضه اولیه در تاریخ بورس ایران امروز شاهد هستیم. 8 میلیارد سهم از مجموعه شستا با ارزش قریب به 9000 میلیارد تومان در دست واگذاری است. در عرضه گذشته که سوا تامین رو ما عرضه کردیم، یک شرکت کوچکتر شستا با 25000 میلیارد تومان ارزش، ما 1,970,000 نفر از مردم ایران موفق شدن سهام خورده این مرکز رو خریداری کنن و امروز من پیش بینی این است که همین رکورد مجددن به دست خواهد آمد و ما بخش قابل ملاحظه از مردم رو در خرید سهام این مجتمع بزرگ اقتصادی شاهد خواهیم بود. مردمی کردن اقتصاد، شفاف سازی، مبارزه با فساد، شایسته سالاری، همه مفاهیمی که ما در گذشته در اوکراین مطلوب ازش برای اداره یک بنگاه اقتصادی نام می‌بردیم امروز در این زمینه قابل مشاهده است. جمهور محترم به عنوان یک الگو مدل برای استفاده سایر بخش‌های دولتی از این روندی که امروز در پیش گرفته شده سخن گفتن. ما امیدواریم سایر بخش‌های اقتصادی موجود در دولت هم همین مسیر رو به زودی طی کنند.